آیا از ترس انتقال ویروس کرونا به بدنتون وسواس گرفتید و نمیدونید باهاش چیکار کنید؟ چطور میشه کسی که در این شرایط دچار اضطراب شدید شده رو آروم کرد که آرامش بقیه خانواده رو به هم نریزه؟ چطور توی قرنطینه شخصی روحیمون رو بالا نگه داریم؟ اینا چند نمونه از پرسش‌های شماست که امروز بهشون جواب میدیم. ممنون که سوالای خودتون رو با هشتگ از ما بپرس برای ما فرستادید. سلام، من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه. مهمان امروز ما دکتر علی معینی روانپزشک از ساوثهمپتون بریتانیا هستن و همینطور سیامک محیط‌زاده رو داریم در استودیو که شبکه‌های اجتماعی رو برامون مرور کنه. شوخی با موضوع جدی مثل کرونا چه تأثیری داره؟ حالمون رو خوب می‌کنه یا اینکه از اهمیت اون کم می‌کنه؟ اگر این روزها در قرنطینه خانگی هستین، برای مقابله با تأثیرات روانی اون چه کارهایی میتونین انجام بدین؟ داستان کرونا و راه‌های پیشگیری از اون رو برای کودکان چطور توضیح میدین که دچار اضطراب نشن؟ درباره اینها بیشتر صحبت میکنیم، ولی فعلا با نازنین باشیم و مهمان برنامه. دکتر معینی، خیلی خوش اومدین به این برنامه. میدونم که روز کاری بسیار فشرده ای داشتین. ممنون که نیم ساعت به مخاطبای ما اختصاص دادین. خیلی پیام و در واقع صداهای زیادی رسیده به دستمون در مورد تنش و اضطراب شدیدی که دوچارش هستن مردم، مخصوصا از ایران. یه چند نمونهشو بشنویم. حالت ترس و اضطراب و وحشت رو در مردم میبینم و همچنین در خودم هم به همین صورت. واقعا ما ترسیدیم. اینجا نه ماسک هست، نه ژل هست، نه هیچ مواد ضد عفونی هست. خودم مشکل تنگی نفس دارم، نمیتونم برم بیرون و این استرس که به مردم داده میشه این بدتر از همه است. من همش قرنطینم، همش چیزی ندارم واقعا ضد عفونی بکنم، همه چیزو دقیقا این ویروس میبینم. فکرمونو خیلی درگیر کرده و شادی و بگو بخند و خوشحالی و تا حد زیادی از ما گرفتن. اگه حتی ما مواظب باشیم و نگیریم، از این در امون نیستیم، از این استرس و ترس و تأثیر شدید روانیش رو زندگی. دکتر معینی، این ترس و نگرانی تا یک جایی معقول هست، اما از یه جایی به هراس غیر واقعی تبدیل میشه، این مرز کجاست؟ ببینید، من سلام میکنم خدمت شما و همه مخاطبینتون. مسئله اینکه ما بخوام اینو حالا ترس بنامیم، هراس یا استراب، فرق نمیکنه. من ازش به عنوان استراب نام میبرم. استراب یه چیز مفید هست در روان بشر، چون باعث انگیزه دادن میشه برای اینکه با یک تهدید مبارزه کنه. به خودی خود استراب لازمه، اما تا یک حدیش. اگه از یک حدی بیشتر بشه باعث میشه که علیه خود شخص به کار بیفته و خود شخص رو دچار مشکل کنه. مثال میزنم براتون، اگر که ما یه امتحان داشته باشیم استراب و نگرانی کافی نداشته باشیم، درس نمیخونیم برای اون امتحان. ولی اگر که استراب خیلی زیادی داشته باشیم، بعد سر جلسه امتحان از آموخته هامون هم نمیتونیم استفاده بکنیم. پس اینکه چقدر از نگرانی لازم هست، این یه چیزیه که شخص به تبع خودش متوجه میشه، اطرافیانش هم متوجه میشن. اگر که اصلا اقدام به انجام دستورالعمل‌های بهداشتی نمی‌کند شخص، این یعنی که بالکل داره احساس اضطرابش رو انکار می‌کنه. این انکار اغلب یه واکنش ناخودآگاه هست، یعنی خودش نمی‌دونه که داره چی کار می‌کنه. فقط برای اینکه نمی‌تونه با اون اضطراب روبرو بشه، بالکل داره تهدید رو ندیده می‌گیره، تهدید واقعی که از دید همه متخصصین تهدید هست. حالا اگر شما داره این ندیده میگیرید، بالکل هیچ گونه عمل بهداشتی انجام نمیدین، پس شما در مرحله انکار هستین و دارین به خودتون و اطرافیانتون لطمه میزنید. پس ما یه سر طیف آدم های اینجوری رو داریم، اما یه سر طیف هم آدم های رو داریم که بسیار نگران هستن تا حدی که رفتارهای وسواسی، شب خوابشون نمیبره، زندگیشون مختل شده، غذا نمیتونن درست بخورن، وزن دارن از دست میدن و با اطرافیانشون پرخاشگر هستن و نمیتونن درست زندگیشون خودشون رو زندگی کنن. این طیف اضطراب هست که من برای شما ترسیم کردم. با گروه دوم باید چی کار کنیم؟ یعنی اگه تو عضو خانوادهمون یکی کسی هست که هراس بسیار شدید داره و آرامش بقیه اعضای خانواده رو داره از بین میبره، چجوری باید چه کار باید کرد که آرامش کرد؟ ببینید، این همون مرحله هست که ما تو تعریف به هر حال بیماری‌های روحی میگیم که شخص الان بیمار شده دیگه، چون الان آسایش خودش گرفته، آسایش بقیه هم گرفته، عملکردش هم مختل شده.
پس الان بیمار هست، حالا سوال، اگر بخوام سوال دوباره طراحی کنم که با بیمار استرابی چه کار باید بکنم، خب جوابش پیچیده است، بستگی به اون بیمار داره. این دیگه چیزی نیست که از طریق میدیا ما بتونیم درمان کنیم یه شخص رو، باید شخص حالا حضوری یا اسکایپی مراجعه کنه به یک متخصصی، چیزای جزئیات و مختصات بیماریش رو به قول معروف با یه مصاحبه تکنیکی و فنی در بیارن و راهکار بهش پیشنهاد بدن. البته من حالا در ادامه برنامه چیزایی خواهم گفت، ولی اینکه دقیقاً من بتونم یه شخص رو از راه دور درمان کنم ممکن نیست. درسته. سوال ناصر رو بشنویم. با این بمباران رسانه‌های خبری درباره کرونا دچار وحشت شدیم. به هر کاری که میکنیم شک میکنیم که کرونا نگیریم یا نگرفته باشیم. میگن اخبار زیاد گوش نده. آیا این درسته؟ چگونه میشه با این مشکل روانی کنار بیاییم؟ آیا کمک کننده هست اگر اخبار رو کمتر گوش بدن؟ توی سوال خوبی پرسیدن. در موارد مشابه در گذشته ببینید ما هم به عنوان یه ملت هم به عنوان گونه بشری با تهدیدهای جدیتر از کرونا مواجه بودیم، ولی انقدر مسئله جدی نمیگرفتیم. ظاهرا این سوشال میدیا و فضای مجازی خیلی مؤثر هست در اینکه مردم نگرانی و استرابشون بالا بره و ظاهرا این خیلی مؤثر هست این دوره. حالا چیکار باید بکنن؟ ببینید کسی که از صبح گوشی داره واتساپ و تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک و تلویزیون رو چک میکنه و دائم این کلمه تو ذهنش تکرار میشه و دستورات و تهدیدات این مسئله تکرار میشه، خب طبیعیه سطح استرابش خیلی بره بالا و اصلا آسایش روانیش از بین بره، سالمترین آدم هم تحت تاثیر قرار میگیره. بنابراین ما باید افکارمون رو مهندسی کنیم، ورودی های حسیمون رو مهندسی کنیم، ورودی های فکریمون رو مهندسی کنیم و اینها رو محدود کنیم به یکی دو تا کانالی که بهشون اعتماد داریم که از طرف حالا متخصصین اون رشته هستن و استفاده کنیم از اینا. به شوخی من میتونم بگم مخاطبین شما که دارن برنامه شما رو نگاه میکنن مطمئنا کانال خوبی انتخاب کردن. ممنون دکتر معینی. بریم سراغ سیامک ببینیم از شبکه‌های اجتماعی چی برامون داره. به شوخی در مورد موضوعهای جدی همیشه انتقادهایی بوده. گروهی معتقدن این رویکرد باعث میشه که اهمیت موضوع کم بشه و خیلی سازنده نباشه. ویروس کرونا هم از این قضیه مستثنا نبوده. در زمینهای مختلف سوژه طنز کاربرا شده. از ساده ترین اتفاقی که ممکنه برای هر کسی بیفته به عنوان نشونه کرونا یاد کردن تا اتفاقات مهمی که چند ماه گذشته در ایران افتاده و مردم ایران باهاش درگیر بودن. در مورد شستن دست هم که ساده ترین روش پیشگیری از ویروس ابتلا به ویروس کرونا هست در موردش صحبت کردن که من دستم به این مرحله رسید به شستن ادامه بدم یا کافیه. این هم یکی از سوژه‌هایی که طنز کشیده شده، یا حتی شرایطی که لازم فراهم بشه برای قرنطینه خانگی و شخصی که اون هم یکی از سوژه‌های طنز برای کاربران شبکه‌های اجتماعی بوده. اما آقای دکتر معینی، سوال اینجاست که روی کرده طنز به ویروس کرونا چه تأثیری داره؟ آیا باعث کم شدن استرس میشه یا اینکه اهمیت موضوع رو کم میکنه؟ خیلی باز همین برمیگردیم به همون صحبت اولم که خیلی بستگی داره به این که برای کی هست، کجا هست، چه موقع هست، چه جوری هست. اگر که شخص در مرحله انکار نمیخواد خطر جدی رو بپذیره و هیچ واکنش بهداشتی انجام بده و کرونا رو به شوخی گرفته، احتمالاً نه، این کمک نمیکنه، نه به خودش کمک میکنه نه به جامعه. اما اگر که تو جامعه یه سطحی از آگاهی وجود داره یا اون خانواده، اون گروهی که دارن اینو با هم تقسیم میکنن، به اصطلاح چون من میبینم خیلی گروه های خانوادگی یا دوستان یا همکاران هستن تو فضای مجازی دور هم هستن و با هم تبادل اطلاعات میکنن، اگر اونها در این حد رعایت میکنن، چیزای اولیه رو به کار میبرن و مسائل بهداشتی رو به کار میبرن، حالا دارن به سمت مضطرب بودن زیادی میرن، بله طنز کمک میکنه که از اون اضطراب زیادی کم بشه و بتونن سمت دیگر زندگی رو هم ببینن و از زندگیشون لذت ببرن و زمانشون قابل بهره بری بشه. ممنون. سوال یکی دیگه از مخاطبامون رو بشنویم در مورد وسواس. تقریبا میتونم بگم که احساس یه آدم زندونی رو میتونم درک کنم، تازه با اینکه توی خونه خودم هستم ولی احساس میکنم که زندونی شدم.
و ترس از اینکه اگر ناقل بیماری به پدر مادرم باشم و اونا مشکل ریوی دارن، خونه موندم که یه موقع اونا نگیرن که چیزیشون بشه. و یه مشکل دیگه این که اون همه مشکلات وسواس و این چیزی که من قبلا داشتم و با سفر و این چیزا همشون از بین برده بودم، احساس میکنم دوباره همش برگشته. نظر شما رو بشنویم راجع به وسواس. ببینید، وسواس یکی از اختلالات استرابیه، یعنی ریشه وسواس استراب. شخص نگران یه طوری میشه، یه اتفاق براش میفته، افکارش هم نمیتونه کنترل کنه و پشت اون یه سلسله فکرای اتوماتیک منفی میاد که استراب آمیزه و بعدم اگر که با رفتار وسواسی همراه باشه که اونها دنبالش. ایشون خودش داره میگه، میگه من با سفر اینا رو کنترل کرده بودم، حالا که تو خونه گیر افتادم، خب طبعا اسلحه‌ش هم ازش گرفته شده، بنابراین وسواسش افزایش پیدا کرده. به جز سفر راه‌های دیگه هم برای درمان وسواس هست، راه‌های هم دارو درمانی هست هم رفتار درمانی هست. بنابراین اگر ایشون در حد بیمارگونه ای افکار وسواسیش برگشته، نیاز داره که به متخصص مراجعه کنه، حالا بازم میگم یا حضوری یا مجازی، و از راه های دیگری در وسواسش کنترل کنه، چون در حال حاضر سفر که نمیتونه. درسته. سوال آقای طاهرخانی از آلمان رو بشنویم. یکی از دوستامون که خانومش در ایران کرونا گرفته، ایشون بیمارستان بستری میکنن، ولی متاسفانه اعضای خانوادهش همچنان که احتمال داره به این ویروس مبتلا شده باشن، خودشون ها دوست ندارن به بیمارستان معرفی بکنن و این خیلی موضوع مزلی شده برای این خانواده. لطفا بگید که مردم باید چی کار بکنن؟ یا کسایی هستن که در خانواده هنوز به دستورالعمل‌های بهداشتی عمل نمی کنن یا به جاهای شلوغ همچنان میرن، چه کار باید بکنن بقیه دیگه، بقیه اعضای خانواده در واقع؟ به معنا داریم سوال میکنیم که برای قانع کردن یکی از افراد خانوادهمون که دنبال کنه دستورالعمل‌های علمی و بهداشتی رو چه کار میشه کرد؟ خب اگر که این شخص سیگاری بود، سیگار میکشید، کار بدی داشت میکرد، به خودش لطمه میزد، ما احتمالا بهش میگفتیم برو بیرون سیگار بکش که به لطمه به ما نخوره. و خدمت شما عرض کنم خیلی هم نگران نبودیم، منتها الان با رعایت نکردن بهداشت احتمال داره که به بقیه هم لطمه بزنه، احتمال که نبوده. باز این از اون مواردی است که خیلی بستگی داره ما با کی داریم حرف میزنیم. اگر شخص مقابلمون یه آدمی است که کلن منطق سرش میشه، خب چند نفر شخص منطقی که اون قبول داره میتونن بشینن یه بحث جدی توی فضای جدی باش داشته باشن و با استفاده از شواهد موجود در کانالهای موجود در شبکه‌های موجود قانعش کنن که ریسک این که ایشون به دیگرون لطمه بزنه چقدر هست. اگه به خودش تنها میخواست لطمه بزنه، خب مختار بود که این تصمیم رو بگیره، این همون فرد سیگاری. اما چون داره به دیگرون لطمه میزنه، مثل کسی هست که سواره ماشین شده با سرعت زیاد داره تو لاین مقابل میره، ممکنه بقیه رو باشون تصادف کنه. با این مثال و با یعنی اگر فردی هست که با منطق و استدلال میشه پیش رفت، یه سری استدلال های منطقی آماده کنن، یه وقت قرار بذارن با هم بشینن، این صحبت رو با هم انجام میدن، اجازه هم ندن که بحث به شوخی و خنده کشیده بشه، یه بحث جدی در یک فضای آرام با شخص داشته باشن. احتمالش هست که یک فرد منطقی قانع بشه، یا ممکنه یه دلایلش رو حداقل بفهمن که چرا ایشون این کارو نمیکنه. آیا تو همون مرحله انکاره، یعنی آیا پذیرفتن این مسئله انقدر براش ترساوره که نمیخواد زیر بارش بره؟ اینا همش خوبه که آدم بدون دلیل اینکه این طرف یک توصیه ساده و معقول و عقلانی علمی رو قبول نمیکنه چی هست. این مهم هست که این دلیلش پیدا بشه. ممنون. بریم یه سر مجدد بزنیم به سیامک ببینیم که چی داره این بار برامون. گذروندن دو هفته توی خونه با محدودیت هایی که این روزها به خاطر ویروس کرونا وجود داره کار راحتی نیست.
بعضی از کاربران برای اینکه بتونن این دو هفته رو بگذرونن راهکارهایی دارن. بعضیا میگن برای این از این وقت فرصت استفاده میکنن که به کارهایی که تو خونه داشتن و عقب افتاده برسن. بعضیا هم میگن این فرصت رو اختصاص میدن به کارهایی که همیشه میخواستن انجام بدن، مطالعه بکنن یا حتی کارهای هنری یا آموزش چیزایی که همیشه دوست داشتن انجام بدن. بعضی از کاربرا هم از تواناییهایی که دارن استفاده کردن و راهکارهایی رو برای بقیه پیشنهاد دادن که این شرایط رو بتونن راحت‌تر بگذرونن. مثلا این کاربر که در اینستاگرام پیشنهاد یوگا در قرنطینه رو داده و از کسانی که در قرنطینه خانگی هستن خواسته که اگه میخوان استفاده بکنن و با استفاده از یوگا این شرایط رو برای خودشون راحت‌تر بکنن. اما یک کاربر که با خانواده‌اش در قرنطینه شخصی خانگی هست تجربه خودش رو برای ما فرستاده که بد نیست با هم بشنوه. خانواده رو قرنطینه کردیم و خودم بالاجبار 3-4 ساعتی درب فروشگاه میرم و برمیگردم، از خونه بیرون نمیایم. نهایتا اینه که داخل ماشین رو کاملا ضد عفونی کنیم و داخل ماشین بشینیم و یک چرخی رو در حد یک نیم ساعتی در جاده های اطراف شهر مشهد بزنیم. امیدوارم که خیلی طولانی نشه، چون اگر 2-3 ماهی بخواد اینجوری باشه واقعا فشار روانی و عصبی خیلی روی افراد بیاد. کارهایی رو که انجام دادیم سعی کردیم که از شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای در تلویزیون برای خودمون استفاده کنیم، مطالعه رو زیاد کردیم، بعضی ساعت‌ها رو اختصاص دادیم به ورزش و رقص خانوادگی و فعلا میریم جلو تا ببینیم چه میشه. آقای دکتر معینی، حالا با توجه به چیزهایی که گفتیم چه کارهای دیگه‌ای میشه کرد که این شرایط برای مردم راحت‌تر باشه؟ ببینید، پیشنهادهای من همین چیزهایی که در راستای همین حرفایی که ایشون زدن. ببینید، وقتی که انسان سطح اضطرابش رو کنترل میکنه بعد و منطقی رفتار میکنه در مقابل تهدید، بسته به میزان خلاقیتش میتونه فرصت بیافرینه از اون تهدید. یعنی مغزش بهش اجازه میده خوب فکر کنه و بگه که خب اینجوری هم میشه به مسئله نگاه کرد. من در همین راستا میتونم بگم که خیلی از کسانی که زنگ میزنن من میگم مثلا ما با بچه‌مون گیر افتادیم، نمیدونیم چیکار کنیم، بچه‌مون چجور مشغول کنیم، اینا بچه شیطونه اینا، یا شبیه همین خانواده‌ای که این مسئله دارن، اگه 6 ماه پیش به من زنگ میزدن من بهشون میگفتم باید فلان کارو با بچه انجام بدین یا با خانواده، میگفتن ما وقت نداریم، خیلی گرفتاریم، تو زندگی امروز نمیشه، از این حرف. خب الان این وقته پیش اومده، این وقته پیش اومده و خیلی از کارهایی که شما قرار بوده انجام بدین، زبان قرار بوده یه عمر یاد بگیرین، فلان زبان خارجی رو، ورزش میگفتین براش وقت ندارم، الان امروز اینقدر ویدیوهای مختلف هست که شما میتونین در منزل انواع ورزش‌ها رو، نه فقط یوگا، انواع ورزش‌ها رو انجام بدین. ما داشتیم راجع به جو استراب‌آمیز جامعه حرف می‌زدیم، شما مثلا همین مدیتیشن یا فعالیت‌های که استراب و تنارامی رو کم می‌کنه، هایپنوسیس و مدیتیشن رو میتونید تمرین کنید. خودش کلی وقت میبره، نیاز به یه محیط بسته داره و میشه ازش استفاده کرد. کلی کانال آنلاین هست برای آموزش‌های مختلف، یه مهارت یا حرفه رو میشه آنلاین یاد گرفت و ازش استفاده کرد. و حتی میشه امروز سوشال مدیا و همین شبکه‌های اجتماعی به ما اجازه میدن که ما چند یک نفره یا چند نفره با دیگران کانفرنس کال داشته باشیم، مثلا کانفرنس کالی که الان من و شما داریم اینجا، و نظراتون با هم در میون بذاریم، بحث کنیم، حرف بزنیم، یعنی مهمونی رو در رو که میریم و 3 یا 4 نفر توی تصویر باشن و همه با هم راجع به سوژه حرف بزنن. قرار بذارن سر یه ساعتی مثلا کلاس 4 نفره زبان انگلیسی داشته باشن، تجربه های روزشون بهشون بگن. دسته دیگه نوشتن هست، شما با نوشتن کلی از تنشناتون تخلیه میشه، افکارتون منظم میشه، تجاربتون رو میتونید ثبت و ضبط بکنید و ازش استفاده بکنید برای هدف گذاری برای آینده. کارهای خیلی خیلی زیادی میشه انجام داد. کافیه یه ذره فاصله بگیریم از اون حسای منفی که داریم. یکی از حسای منفی که من میبینم فلج کننده هست و اتفاقا تو صفحه اینستاگرام خود من هم چند نفر سوال کرده بودن، این است که کلی از انرژی روانی افراد گذاشته میشه سر انتقاد کردن و نقل کردن اینکه خب چرا حالا مدیریت این کارو نکرد، نمیدونم مسئولین اون کارو نکردن، چرا اینجور شد، چرا اونجور شد.
یکی از راه های کنترل استراب همینه که آدم تو حیطه هایی که کنترل روش نداره فکر و انرژی هم نذاره. اگر که میتونه کنترل کنه، اگه میتونه فعال اجتماعی باشه، اگر میتونه کمک کننده باشه، یه NGO تشکیل بده بره کمک کنه. ولی اگر که نمیتونه و این کارش این نیست، این هم که بخواد وقتش رو بذاره راجع به این چیزها حرف بزنه و حتی فضای ذهنیش رو اشغال کنه. ببخشید من قطعتون میکنم، وقت کمه، میخوام سوالای بیشتری بپرسم. تجربه مجید از عراق رو بشنویم. یکی از افرادی هستم که از قرنطینه بیرون اومدم و موفق شدم حالا به طوری بر این بیماری غالب بشم، ولی متاسفانه پدر من فوت کرد، مادرم تو آی سی او و مادرم دکترها بهش گفتن امیدی نیست. تنها خواهری که دارم علائم کرونا رو داره. خودمم که با حال خیلی خرابی متاسفانه قرص آرام بخش استفاده میکنم. خودم و من هیچ وقت نمیبخشم، چون که خودم باعث شدم. اولین شخصی که این بیماری رو دو خانواده گرفت من بودم. دکتر معینی، توصیه‌تون به مجید چیه؟ ببینید ایشون الان داره یه مرحله از شدیدی از سوگ رو یا سوگواری رو میگذرونه و متاسفانه نمیتونه سوگرش کامل کنه، چون در دو سه تا مشکل داره. یکی این که خودش رو عامل مرگ پدرش میدونه، ابتلاع دیگران میدونه، و دیگر این که مثل موارد عادی تو شرایط عادی بستگان دوربرش نیستن، دوستان دوربرش نیستن که کمکش کنن که این سوگ به قول معروف مسیر نرمالش رو طی بکنه. مطمئنا شرایط خیلی خیلی سختی هست، واقعا شرایط سختی هست که توش باشه آدم، مخصوصا به این شکل که تمام اعضای خانواده درگیر باشن. باید پذیرفت که بالاخره این یه بیماری بوده که قرار بوده 70-80% مردم جامعه رو درگیر کنه، پس احتمالا نگه پدر ایشون از ایشون هم نمیگرفته، از کسی دیگه میگرفته. حالا ما با فرض این که ایشون خودش واقعا ناقل بوده داریم این حرف رو میزنیم، و از اون طرف به قول معروف اون آب رفته که به جوی نمیشه بازگردوند. اما اگر ایشون میتونه الان به خواهرش کمک کنه، به مادرش کمک کنه، این کار رو باید انجام بده. ولی حقیقتا خودش الان نیاز به کمک داره در این حالتی که هست، و سعی کنه یا از منابع حرفه‌ای به داشت روان یا از دوستان آشنایانی که از طریق به قول معروف واتساپ و وسایل دیگه باهاشون درد دل کنه و صحبت کنه، یه خورده فضای روانی خودش عوض کنه. خیلی ممنون. مجدد سر بزنیم به سیامک ببینیم چی داره. بعد درباره کودکان هم نگرانی‌هایی وجود داره. درسته که بر اساس آمار و نتایجی که تا حالا به دست اومده کودکان کمتر در معرض خطر هستن، ولی لازم هست که بدونن رعایت بهداشت فردی از هر وقت دیگه‌ای مهمتره. در این مورد، در همین مورد، یک کاربر در توییتر به نام پیگیرزاده ویدیویی از آموزش شستشوی دست به دانش آموزان در سیستان و بلوچستان منتشر کرده که دیدنش خالی از لطف نیست. ببینید بچه‌ها سامان درست دستشو می‌شوره یا نه؟ ببین چی جوری میشه، کجاش اشتباه انجام داد، بعد ببین بعد هم بلی بایستن تمام بشه بیشو در بیاد دستش یه دست براش بزنی. آقای دکتر معینی، چطور میشه داستان کرونا رو برای کودکان توضیح داد بدون اینکه بهشون استراب منتقل بکنیم؟ ببین، البته بستگی به سن بچه باید صحبت که با بچه میشه تنظیم بشه، بسته به سن و آموزش و موقعیت اجتماعی و اینها. اما یه شرعی اصل کلی این هست که بچه ها خیلی زودتر از ما مضطرب میشن نسبت به چیزی که نمیدونن و سطح استرابشون خیلی بالاتر میره و ماندگاریش هم خیلی بیشتره. برای بقیه اون ممکنه بچه این استراب رو داشته باشه و باهاش همراه باشه. بنابراین ما خیلی باید مواظب باشیم که چی به بچه میگیم. به نظر من یه اصل کلی این هست که بچه ها اگر که درست باشون آموزش داده بشه از آموزش لذت میبرن و اونو به کار میبندن و از بزرگسالان بهتر یادش میگیرن و وارد واکنش های دفاعی و افراطی و اینها هم نمیشن.
بنابراین مهم بزرگ ساله که چجور داره این آموزش میده و به چه شکلی بازگوش میکنه. آموزش های بهداشتی مثل شستن دست، مثل ضد عفونی کردن، اینها نیازی به این نداره که بچه را از خطر مرگ بترسونه به نظر من، و در این حدش میشه به بچه آموزش داد که بله حالا یه مریضی اومده، ما میخوایم تو مریض نشی. بیشتر بچه ها از سن شاید سن 3-4 سال به بالا با مفهوم مریضی آشنا هستن. یه مریضی هست شایع شده، خیلی ها میگیرن، ما میخوایم تو مریض نشی، برای همین این کار انجام بده، این کار انجام بده، این کار انجام بده. بعدم با تکرار و در عینی که حفظ آرامش تکرار، تا بچه این براش جا بیفته و انجامش بده و حتی با اضافه کردن چیزای شاد و موزیک و اینجور چیزا تبدیلش کنن به یه تجربه یه لذت بخشی براش، من فکر میکنم کافی است. بیش از اون برای بچه ممکنه مضر باشه. دکتر معینی تو 30 ثانیه اگر میتونید بگید، سوال آخر هستش، اگر یکی از افراد فامیل یا نزدیکان به خاطر در اثر بیماری کرونا فوت کنند، به بچه کوچیک چجوری این مرگ رو در واقع توضیح بدیم؟ ببینیم مثل همون گفتن مرگ به بچه ها در موارد دیگه هست، از من نهاد فرق کنه، بازم اونم باید تنظیم بشه به سطح درک بچه و سن بچه، و بچه از 4-5 سالگی به بعد درک از مرگ دارن. خب اما لینکش دادن به این که الان این مریضیه هست و زیادم هست و این باز نباید این فکر رو در بچه ایجاد کنه که ممکنه تو هم با همین مریضی بمیری و این اضطراب شدید به بچه بده. یک دنیا ممنون از وقتتون دکتر علی معینی. تکرار این برنامه فردا ساعت 12:30 ظهر به وقت ایران پخش میشه. ممنون که تو این چند روز سوالاتتون رو با ما در میون گذاشتین. ما هم سعی کردیم تا جایی که زمان اجازه میداد پرسش‌های شما رو از متخصصای برنامه بپرسیم. اگر چند تا از برنامه‌های ما رو نرسیدید ببینید، اصلا نگران نباشید. همه برنامه‌هامون هم در وبسایت بی‌بی‌سی فارسی هست، هم در کانال یوتیوب. تو این روزا خیلی مراقب خودتون باشین. فعلاً.